شهر هومس قلب انقلاب سوریه برای همیشه برای دوستدارانش خواهد تپید. اولین مرحله توافق برای پایان دادن به محاصره ضد انسانی ساکنان شهر هومس توسط بشار اسد اجرا شد. در مذاکرات ژنو و در موضع‌گیری‌های مختلف بین‌المللی بارها بر پایان این محاصره تاکید شده بود و رژیم اسد از این زاویه تحت فشار شدید قرار داشت تا اینکه به یک توافق بین‌المللی با حضور سازمان ملل متحد و ارگان‌های مختلف بین‌المللی تن داد. یکی از فرماندهان ارتش آزادی در حلب به نام سرهنگ عبدالسلام حمیدی جزئیات این توافق و پیامدهای آن را در مصاحبه با تلویزیون اورین تشریح کرد. اولا شهر هومس پایتخت انقلاب بوده و هست و به هیچ وجه رابطه خودش را با دوستانش قطع نخواهد کرد. تمام دنیا و کشورهای عربی و منطقه‌ای و شورای امنیت به خوبی می‌دانند که این تصمیم چیزی را عوض نکرده و ما هومس را از گلوی این نظام بیرون خواهیم کشید. این یک تاکتیک که به خوبی اتخاذ شده از سوی رزمندگان بود که با بیرون کشیدن از شرایط محاصره و احترام به امنیت و وضعیت شهروندان عادی که امکان جابجایی داشته باشند، یک بار دیگر با تجدید قوا و طراحی مناسب شهر را آزاد کنیم. بقیه مراحل توافقات قرار است توسط نظام اسد انجام شود و آن اجازه ورود به ارگان‌های بین‌المللی برای رفتن به داخل مناطق محاصره شده است. باید ببینیم آیا این نظام حاضر به انجام آن می‌شود یا خیر. آنچه اتفاق افتاد به مصلحت انقلابیون بود. مرحله اول این توافق را با بیرون کشیدن نیروهایمان زیر نظر ارگان‌های سازمان ملل و بردن آنها به مناطق دیگر که در آینده به نفع ما خواهد بود اجرا کردیم. نظام اسد در مقابل این عمل شما حاضر به انجام چه کاری برای ساکنانی که مدت‌های مدید در محاصره او بودند شده است؟ فقط اجازه ورود دارو و موادی که ارگان‌های سازمان ملل به این محل خواهند آورد، چرا که این نظام ضد مردمی به محض اینکه بازرسان حضور نداشته باشد شروع به انتقام از مردم خواهد کرد و با خوی وحشیگری جنگ طائفه‌ای به راه خواهد انداخت. هم الملاحم والفدا هذه حموس أمجادها مشيدة هذه حموس أمجادها مشيدة بنت الوليد أمجادها ما تنسى على العدو هم الملاحم والفدا هذه حموس أمجادها مشيدة هذه حموس أمجادها مشيدة يا حمص لا تهتمي بفديك بروحي ودمي أضحي بكل هلي حتى تعودي لي يا القصر لا تهتمي بفديك بروحي ودمي أضحي بكل هلي حتى تعودي لي مليت أنا من الفراق دمعي على العين حراق غربة يما ما تنطاق حمص تظل لي غربة يما ما تنطاق حمص تظل لي مشتاقني مشتاق ابوس ترابك مشتاقني انا متحمل فراقك راجعني راجع واموت بحضانك راجعني راجع واموت بحضانك مشتاقني مشتاق ابوس ترابك مشتاقني انا متحمل فراقك راجعني راجع واموت بحضانك راجعني راجع واموت بحضانك بنت الوليد امجادها ما تنسى على العدو
سفر رئیس ائتلاف ملی سوریه احمد جربا به آمریکا و دیدارهای برنامه‌ریزی او برای ملاقات با بالاترین مقام‌های سیاسی و نظامی این کشور با هدف گرفتن کمک‌های تسلیحاتی و به منظور تقویت هرچه بیشتر رزمندگان در صحنه نبرد در سوریه است. گزارشی از تلویزیون العربیه. سفر احمد جربو به واشنگتن یک موقعیت استثنایی برای تقویت نظامی نیروهای انقلابی به وجود آورد که جای پای خود را در صحنه نبرد هرچه مکمتر کنند. این سفر پیامدهای بسیار واضحی به بشار اسد می‌دهد. اولا این شروع یک مرحله جدید در تنظیم رابطه بین‌المللی با اپوزیسیون سوریه است. دوما این سفر روی موضوعات مشخص متمرکز شده است. اول تعامل استراتژیک در دراز مدت بین ایالات متحده و اپوزیسیون سوریه. دوم بیرون کردن گروه های تروریستی حامیان اسد از خاک این کشور و سوم امکان دسترسی رزمندگان ارتش آزاد به پیشرفته ترین سلاح ها که توان تغییر صحنه نبردهای زمینی را داشته باشند. جربا در دیدارهایش روی سه موضوع که برای اپوزیسیون از اهمیت بالاتر برخوردار بود انگشت گذاشت: ارسال مستمر موشک‌های دوربرد و ضد تانک و نفربر، سومین موضوع که سر آن بحث‌های زیادی صورت گرفت، موشک‌های ضد هوایی جدید برای هدف قرار دادن هواپیماهای جنگی اسد بود. احمد جربا به همراه هیئت سوری که وزیر دفاع ائتلاف هم در آن حضور داشت، بر روی این خواسته که رزمندگان می‌بایستی از سلاح ضد هوایی استینکر استفاده کنند، پافشاری کرد. این همان سلاحی است که در جنگ در افغانستان از آن استفاده می‌شد. مزایای این نوع سلاح حرارتی سبک بودن، قابلیت حمل و جابجایی آسان در صحنه، اندازه کوچک آن با قدرت و سرعت تخریب بالا، همچنین مجهز بودن این سلاح به اشعه مادون قرمز است که به راحتی می توان هر هواپیمایی را در فاصله 7 کیلومتری هدف قرار داد. قطعاً رزمندگان با در اختیار داشتن این سلاح قدرت زیادی برای تغییر موازه کنونی در جبهه‌های زمینی پیدا خواهند کرد و هواپیماهای اسد که روزانه منازل مردم سوریه را ویران می‌کنند و بر سرشان بشکه‌های انفجاری پرتاب می‌کنند، اهداف سهل و آسانی برای رزمندگان خواهند بود. رزمندگان سوری در قوطه شرقی در حومه دمشق تهاجم سنگین نیروهای اسد برای اشغال شهرک ملیحه را در هم شکستند و گردان 81 را با خمپاره مورد تهاجم قرار دادند. در حومه دمشق انقلابیون سه تانک نظامیان اسد و شبه نظامیان آن که تلاش داشتند شهرک ملیحه را اشغال کنند منهدم کردند. جبهه قلمون همچنین شاهد درگیری هایی بود و انقلابیون ستون نظامیان اسد را که در صدد بازپس گرفتن انبارهای 955 بودند در هم شکستند. رزمندگان شهرک ملیحه در قوطه شرقی در مقابل تهاجم سنگین و بمباران شدید نیروهای اسد و مزدوران آن مقاومت کردند و تلاش آنها برای اشغال این شهرک را سد کردند. انقلابیون علاوه بر انهدام سه دستگاه تانک، ده‌ها تن از نیروهای دشمن را کشته و اسیر کردند. درگیری‌ها در محورهای دیگر منطقه همچنان ادامه دارد. رزمندگان ارتش آزادی فرماندهی گردان 81 در جاده بین‌المللی فرودگاه دمشق را با خمپاره مورد تهاجم قرار دادند. همزمان نبردهایی هم در اطراف شهرک بیت سهم رخ داد. مخالفان در ملیحه گفتند تعداد موشک‌های زمین به زمین که شهر را هدف قرار داده بیش از 5 موشک بوده است که منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی از شهروندان شده است. در جبهه قلمون رزمندگان 6 ستون کمکی اسد را که از فرودگاه نظامی سین برای بازپسگیری انبارهای 559 می‌آمدند، سد کردند و تعدادی از نیروهای دشمن را به هلاکت رساندند که در میان آنها سرتیپ ستاد عبدالعزیز عزیز اصلاف نیز دیده می شد. شهر زبدانی در قلمون نیز با بمباران هوایی مواجه بود که باعث کشته شدن 7 تن از شهروندان از جمله زنان و کودکان و ویرانی خانه ها شد. موسیقی
رزمندگان ادلب در ادامه نبردهای خود یک مرکز ایست و بازرسی در نزدیکی شهر خان شیخون را به کنترل خود درآورده و مواضع دیگری را مورد تهاجم قرار دادند. عملیات رزمندگان در ادلب به کشته شدن تمامی نیروهای مستقر در پست بازرسی خان شیخون و ویرانی کامل این موضع منجر شد. درگیری‌های شدیدی بین انقلابیون و نیروهای اسد در دو پایگاه دیگر در اطراف پادگان وادی زیف رخ داد که انقلابیون با خمپاره دستاز و تیربارهای نیمه سنگین تهاجم خود را شروع کرده و آن را به کنترل خود درآوردند. از طرف دیگر رزمندگان گفتند شبه نظامیان داعش یک بیمارستان در شهر سراغب را با خودروی انفجاری هدف قرار دادند که منجر به کشته و مجروح شدن بسیاری از مردم شد. برخی گفتند که این انفجار کار نیروهای اسد بوده است. حکومت اسد برای سرکوب خبرنگاران و روزنامه‌نگاران از تمامی روش‌های سرکوب استفاده می‌کند تا اخبار انقلاب مردم این کشور به بیرون درز نکند. او قصد دارد خبرنگاران تلویزیون‌های معروف و رسمی جهانی را از طریق مرغوب کردن، از آمدن به صحنه‌های جنایات و دادن گزارش پیشرفت جنبش مردمی باز دارد. از شروع انقلاب تا به امروز تعداد زیادی از مراکز مطبوعاتی در سرتاسر سوریه بسته شده و خبرنگاران و دستندرکاران آنها در صحنه دستگیر و به مراکز امنیتی برده شدند. بر اساس آمار منتشر شده از شروع انقلاب سوریه تا کنون حداقل 307 نفر از فعالان مطبوعاتی به دست نیروهای اسد یا به دست شبه نظامیان وابسته به آن کشته شدند. در بین این قربانیان تعداد 24 نفر نیز زیر شکنجه جان باختند. در رابطه با سرکوب روزنامه‌نگاران در سوریه موارد روشن و واضحی وجود دارد. تعداد 71 نفر از آنان در زندان‌های امنیتی اسد تا مرحله مرگ پیش رفتند. آنها بعد از بیرون آمدن از این مراکز مخوف که بیشتر توسط شبه نظامیان حامی اسد کنترل می شود، گفتند نیروهای اسد هیچ ارزشی برای جان زندانیان قائل نبودند. سازمان خبرنگاران بدون مرز در روز جهانی مطبوعات اعلام کرد که در سوریه 100 خبرنگار در جریان فعالیت‌های خود برای رساندن صدای جنبش مردمی به سوریه جان باختند. این قهرمانان در این کار اسطوره شدند که تعداد زیادی از آنها سوری بودند. یکی از این قهرمانان رزان زیتونه بود که با همسر و تیم خود ربوده شدند. نفر بعد مازن درویش روزنامه‌نگار سوری بود که توسط حکومت اسد همراه با همکارش دستگیر و سپس کشته شدند. بسیاری از این خبرنگاران قهرمان وجود داشتند که برای رساندن اخبار از جان خود مایه می‌گذاشتند و مورد انواع رذالت‌ها و شکنجه‌ها و مرارت‌ها قرار گرفتند. به گفته سازمان خبرنگاران بدون مرز تمامی اسامی این گزارش قهرمانانی بودند از نژادهای مختلف که همگی یک ارزش جهانی را نمایندگی می‌کردند.